اصرار میکنه. این اگه اینو میخوندی چون صدای شما هم به شهرت خوب اصرار میکنی من ناز میکنم اینا چون یه هنگ چیز شهره جان خیلی گرفت کار خوبیه و به صدات هم خیلی شهره میاد، هم گوگوش میاد هم شهره جان. اینه که به نظر من کاش که اونو داشتی ولی الان هم ضعیف نیست. یا هنگ دیگه شروعش هم دارم، هنگ از تو که حرف میزنم به یاد تو هرچی میگم برا نمیشه میهراس گزمه های شهر جادو شب و مهتابی میخونم. من جدیده ها؟ بله. این خوب بود، اون هم که گفتیم خوب بود به نظر من. اون آهوی عشق از همه بهتره، اونای دیگه هم خوبه. حالا چی داشتی بهشون پیشنهاد کنیم؟ ریمیکس گوش از کم شروع میشود، دونه دونه هر آهنگ خانم گوش تو از سودون قصه ای داره اولش. گام ایشونه؟ گام من شاید نباشه. تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت. ای شب هست رویای تو رنگی شده، سینه هست عطر تو هم سنگین شده. نمیدونم روز چندم بود که اجرا میکردیم ولی یه ذره استرس داشتم، ولی نمیدونم خدا کنه که خوشتون بیاد از اجرام و دوست داشته باشین. انشالله که بتونم نظرتون رو جلب کنم. یه ذره عرق کردم، هوا گرمه، استرس هم زیاد بود، ولی انشالله اجرای بعدی رو از این یکی بهتر. دوستتون دارم. اگه این زندگی باشه، اگه این سهمم از دنیاست، من از مردن حراسم نی. یه حسی دارم این روزا که گاهی با خودم میگم شاید مردم حواسم نی. باز یه آهنگ شاد اومد و بچه ها شروع کردن به رقص دیدن. آهنگ شاد میاد نمیتونی خودتو کنترل کنی؟ نه خودی بیرخوه که الان باید چون روز آخر بچه همه استرس دارن، میخوایم که یکم از این استرس کم بشن واسه خودمون هم واسه بچه ها. خوابم شهره من، خوابم شهره اجازه میخوام ازتون قبل از هر چیزی سلام کنم خدمت هم شما خانم پاریزا که تو تمام برنامه‌های تیوی پرشیا شما رو داشتیم، همیشه هم گفتیم همیشه هم تو فینال بودید، و تشکر میکنم از تمام بچه های تیوی پرشیا، خشایار قیاسی و تمام گروهی که این همه زحمت کشیدن. من فقط به عنوان یه پروموتور بودم برای تهیه جا و کمک کردن به خاطر این برنامه قشنگ. اینو توضیح میدین؟ ما قرار بود برنامه رو در جای دیگه بگیریم، آخر لحظه تصمیم گرفتیم بیاریم توی شهر آلانیا برنامه رو بذاریم. تصمیم آقای خشایار قیاسی بود و به عنوان دوست قدیمی من که سالهاست از قدیم باهاشون کنسرت گذاشتم، همیشه با هم فعالیت داشتیم، دوست داشتم که این برنامه رو باهاشون باشم. خیلی خوشحالم با مدیرین مسئول گل سیتی صحبت کردیم، اونا همکاری کردن، امیدوارم این همکاری ادامه پیدا کنه. حتما این کارو باز ادامه خواهیم داد با برنامه‌های دیگه و سعی می‌کنم همیشه بتونم که به عنوان تهیه کننده یار و یاور تیوی پرشیا باشم. مرسی از همکاری دمیجا. خیلی ممنون، از شما تشکر میکنم که میبینم این چند روزه خیلی زحمت کشید. مرسی. خیلی ممنون. فینالیست هم دیگه عوضش. هر روزی که چند نفر از شرکت کننده ها در قسمت فینال از بین ما میرن، امیر میاد پیش من میگه که تنها کسی که تا آخر فینال هر سال میمونه تویی. واقعا هم همینه، چون ما هر شب دو سه نفر بالاخره با رأی داورا میرم بیرون از این مسابقه، ولی خانم پانیزه 6 سال همیشه فینالیستن، ما میبینیمشون. خیلی خوشحالم از همکاری با شما. مرسی عزیزم. خیلی تشکر میکنم از تیمت. برای خوشحالم چیز میکنی؟ برای
برای خواب شب هنگام وحشت کمک کن با تن هم پل بسازیم، کمک کن سایبونی از ترام این سایبونت کمک کن، این سایبون خیلی تکه میکنیم قشنگ راحت بخونم، کمک کن سایبونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازیم، کمک کن با کلام عاشقانه برای زخم شب مرهم بسازیم، بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون سفره شب تو با من، بذار شب تو با من همه رو تحریر 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 همه شنگه نه نه شب با من آخه تحریر مثلا اونجا بده دیگه همه شنگه نه 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 ازار قسمت کنی سنهایی اونو خیلی تبریک میگم، این آهنگو خیلی خوب اجرا کردی. تا اینجا نشون دادی که نهایت سعیتو کردی. واقعا دارم فکر میکنم خدا چقدر قدرت سیاده، انگار نقاشی کرده. داشتم با حامد جون صحبت میکردم در مورد اینکه اینجا خیلی شبیه کلاردشت خودمونه، منتها چون اومدن یه سری ویلای شیک و ترتمیز اینجا ساختن، از اینجا که نگاه میکنی یه مقداری با کلاردشت فرق میکنه، ولی خب مناظر به خدا هواییه، چه هوایی جای همه تون خیلی فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. شیده چه خبر؟ خیلی خوبم. آهنگ اولو خوندی؟ شارجی واقعا خیلی خوب اجرا کردم، از اجرام راضی بودم. هر هفته بهتر داری میشه، هر هفته پخته تر. من ماندم و صد خار ستم این پیکر بی جان، ای تازه گل گلشن شیش داز دیگر، آخرش اینه دیگر در سر دیگر میشه و هر چی میگذره هیجان شرکت کننده های ما بیشتر و بیشتر میشه، چرا که چیزی نموده تا اعلام کنن شش نفر آخر چه کسانی هستن، شش نفری که از بین مردم دو نفر از اونها به عنوان سوپر استار های دوره ششم مسابقه نکست پرژن استار انتخاب میشن. شبا که تو میای خونه، خونه قشنگ هم خونه، من با تو فهمیدم زیباییم خوبه، یک مرد مغروره رویاییم خوبه. بگذر ز من ای آشنا، چون از تو من دیگر گذشتم. آبی که خود دارم آبی، کسی که مهدابی نه نه نه
هیئت جوری رفتن توی اتاق مخصوص تا با هم صحبت کنن و اسم کسانی که در مرحله آخر میمونن رو اعلام کنن. بچه‌ام خیلی استرس دارم به خاطر همین یه گروه بندری آوردین که ببینین چقدر قشنگ و شاد میکنه، واقعا همه رو به وجد آورده و اینجوری فکر نمی‌کنم بچه‌های ما هیچ استرسی رو فعلا حس کنن، چرا که دارن همه می‌رقصن. آقای قیاسی نری رو صحنه، به ما بگین کیان. آنیزا اینجا نوشته شده ولی بد نشده. یکم بیشتر نگرداری ندیدم. جنگیدن با هم. جنگیدن واقعا از یکی از اینا گذشتن سخت بود. یعنی 20 نفرشون. ما خودمونم بهشون علاقه پیدا کردیم و واقعا بچهای خوب، بچهای خوب. الان تازه بدترین کار مال منه. اینا به ما میگین یا نه؟ قبل از اینکه بریم سر. اکسترا نمیخواد. نمیگه چیکار کنیم؟ بذاریم جوری بیاد شاید بتونم از اونا یه چیزایی بفهمم. آقای مقدم کیان اونایی که موندن ما بگین کیان اونایی که موندن اینجا اعلام میکنه آقای قیاسی اعلام میکنه. ما میخوایم قبلش تو اکسترا بچه ها بدونن. نمیگیم؟ نه متاسفانه پارتی بازی هم نمیشه. سورپرایز بشن همه. بابا نمیگم ولی خیلی همه چی فر و درست انجام شده، حق به حق دار رسیده. آقای عارف یه لحظه به ما یواشکی میگین کیا موندن؟ من نمیتونم بگم. یه دونش نمیشه آخه. کیو میخوای بگی؟ مرد زن چی میخوای؟ همشون. یکیشون هم نمیشه بگی؟ شادی. شادی میبونه. اوکی مرسی. دیگه مرسی. یکی از حساس‌ترین لحظات من که تنم داره میلرزه. نمیدونم بچه ها چه حالی دارن، حتی نمیتونم باشون صحبت کنم چون هیچ کدومشون قدرت صحبت کردن ندارن. هیئت جوری بین این 13 نفر 7 آقا 6 بانو تصمیم گرفتم به 6 نفر از این عزیزان هفته آینده با ما باشن در آخرین قسمت فینال دوره ششم و از 7 نفر خداحافظی میکنیم. به جرات میخوام بگم چون اونجا حضور داشتم برای هیئت جوری بسیار دشوار بود بین این خوبان خوبترین رو انتخاب کنم. خیلی سخت بود که بین 20 نفر 7 نفر رو و الان دوباره 7 نفر و با 6 نفر ادامه بدیم. ریاضیات هم خیلی لحظه سختی. من که تمام تنم داره می‌لرزه. آقای خسرو خواهشم. تو این مسابقه خیلی ها فکر میکنن الان تو هفته آینده هستن و حتی شاید تو فکرت لباستم پوشیدی آهنگتم انتخاب کردی، ولی اینجور چیزی نیست خسروی عزیز، چون رقابت بین شما خیلی سخته. این 6 نفر آرتیستی که اونجا ایستادن هر 6 نفر صدای خوب دارن. هیئت جوری متفقا به شما رأی مثبت دادم. اما شما رو می‌بینید و شما خوشبختانه جز این سه نفر هستید. از 4 نفر باید خداحافظی کنید. متاسفانه یکی شماییم ولی همیشه تو قلب مایی و برات آرزوی بهترین ها رو دارم. جزم خیلی دوست دارم. به افتاد اینجا یه دست خیلی محکم بزنیم. فرزاد خیلی ناز
چرا راحتی نداره؟ دوست داشتیم باشی، دوست داشتیم با صداتو بشنوین. من الان نگران خانومتم، وای چه حالی داره، اصلا حال خوبی نداشت پشت سرت. نه مشکل، ما هم شما رو دوست داریم قلبا دیگه. چی میگن، نظر هیئت جوری و ما هم احترام میذاریم به نظرش. هیچ فکر میکردی؟ آره آدم باید احتمال همه چیو بده. بله بازم این راه ادامه میدیم مطمئنا. 100%. برای دختر زیباد میخونی، برای دختر نازه. 100%. خیلی ناراحت شدیم. مرسی قربت برم خانم جان. ما قلبا تی وی پرشیا و کلن تیم تی وی پرشیا رو من قلبا دوست دارم، عاشقونه. امیدوارم که هر جا که هستید موفق و پیروز باشید. ما هم دوست داریم. هوا ابری و من با چشمای تن. فکر نمی‌کردم چه حالی شدی وقتی شنیدم. تمام راه از مرحله مقدماتی تا اینجا، هر مرحله با دختر نازشون تو بغلش، همه جا دنبال فرزاد میدوید. امیدوارم که حتما جواب این زحمتاتو بگیری و فرزاد توی این راه ولی در جای دیگه به موفقیت های بیشتری برسه. عزیزم مره باردای عشق تو، عمریه در سبد دل منه. جانانه از پسش بر اومدی، یعنی نهایت سعیتو کردی. کاش میشد با لبهای تو بشکنه. کسی سوپر استاره که بتونه نه فقط در دوره مقدماتی، نه فقط در دوره نیمه نهایی، بلکه مرحله به مرحله با این هنرمندان گام برداره. برات آرزوی بهترین ها رو دارم. جز 20 نفر ما هستی و همیشه خواهی بود. یک سوپر استار واقعی هستی. کارتو ادامه بده. جوون بی نهایت دوست داشتنی و خوبی هستی. برای آرزوی بهترین ها رو دارم. چقدر سرده میام دستاتو میگیرم، به وقت تنها نری جایی که از تنهایی میمیرم. از اینجا تا دم دم هم بری دل شوره میگیرم. به تحلیل قشنگ بود. رافا چرا میخندی؟ من میخوام گریه کنم. رافا میخندی؟ نه بابا دیگه بالاخره برنامه است دیگه. نه این چه حرفیه؟ بالاخره برنامه است دیگه. چقدر قشنگ، چقدر مردونه از برنامه میره بیرون، چقدر مردونه مسابقه رو. من باید مردم ببینن دیگه. خب قرار نیست که هم برنده بشیم. اشتباه کردم تو قسمت های من، بعد خوندم حق بچه ها بود بمونم، فرقی نداره. خب چه سنتی بخونیم چه پاپ بخونیم، همه استادن، همه سوپر استارن. خیلی خوشحالم که تو این برنامه بودم. چه درسی گرفتی؟ والا درس ها خیلی زیاد بودن. خود تو میبینی از این که اومدی بیرون فهم کنی چه اشتباهی باعث شد؟ اشتباهم تو انتخاب موزیکان بود، اونم به خاطر اینکه خیلی دم دستم آهنگ نبود. بالاخره فورا یه چیز انتخاب کردم. حالا همین که رسیدیم اینجا برای خودش زیاد، یعنی مردم میبینم بیشتر آشنا میشم. فرد پس فرد برای کارامون خیلی خوبه. بالاخره اسپانسر ها میبینن. 100%. اصلا رافا که اسپانسرشو دارو خیالش هم راحت بود و چقدر قشنگ مردونه صحنه رو ترک کرد. خیلی قشنگ. خیلی خوشحالم. آرزوی موفقیت دارم برام بچه ها عزیز. مرسی رافا عزیز، خوشقلب، مهربون، خوش اخلاق، همیشه هم میخنده. شما به دوره بعد با این صدای قشنگتون، با این کار زیباتون راه متاسفانه بدهیم جز به فینالیست های ما بودین. و باید یه حقیقت رو بهتون بگم، اگر این اجرا رو نداشتید جز به 6 نفر ما هم بودید. دو تا گل نمیدونم واسه کدومتون ناراحت باشن. نمیدونم چی بگم، اصلا نمیدونم هیچی بگم. مخصوصا یه احساس دیگه ای داره خانمایی که دوست داری برن، یه احساس خیلی بد دیگه ای داره. نمیدونم چی بگم، منم نمیدونم چی بگم، ولی خب حق بچه دیگه بود مطمئنا. فکر میکنی چه اشتباهی باعث شد که تو از این دور مسابقه بیرون بری؟ خب من یه چند جا خارج موندم و اینو نباید این کارو میکردم و خب بچه واقعا خوب بودن. چرا هول شدی؟ آره دیگه.
عزیزم تو چی کجل؟ چرا؟ منو اومدم اینا رو بازخواست میکنم چرا؟ برای همه بچه ها رزی موفقیت دارم بازم برامون از خواننده‌های قدیمی و آهنگ‌های خاطر انگیز میخونی؟ چشم حتما برای شما میخونم حتما این کارو تو ادامه میدی حتما حالا روی این صحنه نشو صحنه‌های دیگه بله حتما منتظریم آلبوم و کارهای شما رو ببینیم شما دو نفر حتما. من بی صبرانه منتظرم نغمه عزیز و کجل عزیز شاید اصلا سال دیگه اومد بله اگه خدا بخواد من بی صبرانه منتظرم که کجل و نغمه رو سال دیگه ببینم چون خیلی گل بودن و خانمای احساس دیگه ای دارن وقتی که چند وقت با همن چندین هفته ما با هم بودیم خیلی جاها رفتیم دریا و ساحل همه جا با هم گشتیم همیشه با هم بودیم و واقعا سخته ندیدن شما دوتا گل خیلی سخته افتخار بزرگی برای شبکه تیوی پرشیا که همیشه بتونه از جوانای خوبی مثل تو حمایت بکنه برات آرزوی بهترین ها رو دارم من خودمم نخاطره منظر شما خواننده بسیار خوبی هستی من واقعا برات آرزوی موفقیت میکنم جای خوبی کردی دستت درد نکنه مرسی مرتضی قبل برنامه خیلی هیجان داشت بی خود نبود بله همه دوستاش اومدن بچهای دور چه فرقی داشت رد شدن در این مرحله و رد شدن در مرحله قبلی دوره قبلی که شرکت کرده بودیم باز هم این صحنه رو داشتیم و این بار دوباره تکرار شد چطور بود فرق داشت با دفعه قبل ناراحتیش کمتر بود یا بیشتر دفعه قبل ناراحتیش بیشتر بود مسلمه چون خواسته من از این مسابقه دفعه پیش چیزی دیگه ای بود ولی این دفعه یک خواسته دیگه ای داشتم که به خواستم رسیدم بذار بگم که واقعا امسال همه خوب هستن و هر کی هم اگه رفت بیرون فکر نکنه دنیا تموم شده والا به خود از همونجا باید برنامه رو دوباره آغاز بکنن به خاطر اینکه اول بودن اصلا یه شماره است یه تیتر هیچ اتفاق دیگه ای نمیفته مثل همه قضایا برید اگه دوست دارید میخواهید واقعا موفق بشید حتما یه سازی یاد بگیرید نوت یاد بگیرید تمرین بکنید و فکر میکنم حالا امسال نشد سال دیگه برای خودتون سرمایه گذاری کنید از نظر هنری یادتون نره شماها باید بیاین جای دیگران رو بگیرین بلکه همیشه همینه این قانون کار همینه ما چقدر باید امروز غصه بخوریم از دست این بچه چرا رفتی بیرون؟ خب دیگه نتیجه رأی داوراست دیگه بعد بهش احترام گذاشت و من واقعا از کارام راضی بودم بینندگان عزیزم فکر کنم که همه کارا رو دیدن ولی خب به هر حال دیگه به قول معروف آقای وارتان میگه رأی داوراست بعد احترام گذاشت خودت چی فکر می‌کردی فکر می‌کردی کی از این برنامه برم بیرون این دوره حدس خودت چی بود به خدا نمیتونم حدسی بزنم ولی بچه‌ها همه خوب بودن دستای عاشق تو منو از نو تازه ساخت زمانه رو رعایت میکردی ولی اصولا یه ذره آهنگ ملو تر از ریتم میخوندی جز تو عشقی نشناخت صدای بی صدا
مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب کوتاه. هفته دیگه با ما در آخرین قسمت فینال دوره ششم، آقای مهداد. مهداد خیلی خوشحالم برات، خیلی خوشحالم. از دوره قبل کسانی که از مرحله قبل دوباره شرکت کرده بودن فقط مهداد مون. فکر میکردی استحقاقشو داشتم. مرتضی چقدر زیبا خوند، فکر میکردی کسی از فکر میکرد مرتضی بره؟ واقعا هم مرتضی هم تک تک 12 تا پسرامون و 8 تا دخترامون واقعا خوب بودن. یکی از چیزایی که من خیلی دوست داشتم این سری توی مسابقات این بود که دوستی و صمیمیت چه بین بچه ها چه بین عوامل پشت صحنه خیلی بیشتر بود نسبت حتی به دوره ما، خیلی بیشتر بود و واقعا اینجا احساس راحتی کردیم، خوش گذروندیم و مسابقه هم با هم دادیم، در کنار هم هم دوست هم بودیم هم مسابقه دادیم با هم. سبک راکندرو رو ادامه میدی باز هم؟ والا سعی میکنم که یه چیز به قول آقای منوچهر چشمازر یه چیز مامانی از توش در بیاد، به خاطر اینکه نه نمیخوام برم تو راک، فقط یه تلفیقی یا اینکه خیلی به سمت پاپتر ایرانیتر، ولی سعیم میکنم که انشالله چیزی باشه که مردم عزیزمون راضی باشن. خواننده راک روی مورد علاقه ایرانیت کیه؟ هم ایرانی هم خارجی که آهنگاشو گوش میدی و ازش الهام میگی؟ خارجی که خیلی زیاده. من از اول کار گروه دویز رو گوش میدادم، دوست داشتم، ولی خارجی خیلی زیاده، من خیلی گوش میکنم، ولی فکر میکنم اسطوره‌شون دیگه پینک فلوید باشه. بله دوال. بله دوال، آهنگای مورد علاقه همه. بله. البته ترک مورد علاقه من ترک یادم رفته واسه آلبوم دیویژن بر. مرسی. وای به مامان چجوری بگی؟ گفتی؟ هنوز خبر ندادم ولی خب الان دیگه همین الان زنگ بزن جلوی ما بهش بگو بیدار حتما. صد درصد حد من باش تماس گرفتم، حتما شما رو صدا میکنم بیان حتما. حتما میخوام ببینم این مامان چقدر خوشحال میشه. سلام میکنم، قربونت برم، همه اینا نتیجه دعای توه، قربونت برم. جات اینجا خیلی خالی بود، میدونم که اگه تو رو نداشتم هیچی نبودم، هیچی هم نیستم، با وجود تو این چیزی که هستم. همتون رو دوست دارم، همه مادرای ایران. عاشق این حسی میدونم تو رو دارم کنارم تمام. به افتخار هر 6 نفری دست محکم بزنین. یک راه خیلی طولانی رو پشت سر گذاشتن، زحمت کشیدن، هفته ها با ما همراه بودن. برید خودتون رو آماده کنین، هفته آینده هفته سرنوشت شماست و دو نفر شما نکس پرشن سال دوره ششم خواهد بود. به افتخار شما لطفا. خانم آقایان هر جا هستید شاد و شادکام باشید. فراموش نکنید چهارشنبه هانیزا با نکس پرشن سال با شما خواهد بود. نفری که از بین اونها دو نفر، یک خانوم و یک آقا، جزو سوپر استارهای دوره ششم برنامه نکست پرشن استار انتخاب میشن. بی صبرانه منتظریم ببینیم اون دو نفر کیان، ولی باید یک هفته دیگه صبر کنیم. پس تا هفته دیگه و یک برنامه اکسترا دیگه که آخرین اکسترا هست، من پانیزا همه ی شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. بای. Stop!
پرژیا و هیئت جوری و پروداکشن یه طرف. عزیزا و دوستای صمیمی من، خانم ما هستی، آقاسی عزیزم، سوسن عزیزم، از طرفدارم انتظار دارم که بهم رأی بدن. واقعا امسال همه چی عالی بود.